وزارت معارف افغانستان تحت کنترل طالبان اعلام کرده که در سراسر این کشور بیش از 21,000 مرکز تعلیمات اسلامی ایجاد کرده است. این وزارت با انتشار گزارش دستاوردهای یک ساله گفته که در این مراکز حدود 3.5 میلیون طلبه در حال آموزش هستند. وزارت معارف طالبان گفته است که امسال در مجموع 1,400,000 دانش آموز جدید وارد مدارس دولتی و خصوصی افغانستان شدند. این آمار در حالی اعلام می شود که طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان دختران بالاتر از کلاس ششم را از رفتن به مدرسه منع کردند. از سوی دیگر کارشناسان و فعالان سیاسی در افغانستان می گویند طالبان با ایجاد مدارس دینی به دنبال ترویج افرادگرایی و تربیت هزاران نوجوان برای حملات انتحاری هستند. هفته گذشته یک تلویزیون پاکستانی گزارش داد که در استان ننگرهار در شرق افغانستان یک مدرسه دینی ایجاد شده که دانش آموزان را با روش‌های بمب‌گذاری انتحاری آموزش می‌دهد. این رسانه مدعی شده بود که حتی شمار زیادی از این دانش آموزان برای انجام حملات انتحاری به پاکستان فرستاده شدند. برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای محمد لحمی، پژوهشگر دینی و فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای لحمی، به نظر شما نتیجه و محصول مدارسی چون مدارس دینی و جهادی طالبان در سراسر دنیا که افرادی تندرو از آن بیرون می آیند تا کنون چه بوده و در آینده چه خواهد بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعیم حضور از بطاقیبان امیدان محترم شاهدی جانی و بانی حسین سلام عرض میکنم. مدارس دینی جهادی طالبان به ویژه اونهایی که در گذشته علوم قرآنی رو بسیار مورد آموزش قرار دادن در حال تولید نسل‌های از اعضای تندرو از افرادی خطرناکی بودن، مانند گروه‌های مثل جنرالله، فوش‌الله، داعش که باعث رشد افراط‌گرایی‌های مزمن، تشدید خشونت ها، نقش آفرینی ها و درگیری های داخلی و بین المللی که در این سال ها دیدیم. و اگر اصلاحی در نظام آموزشی اونها صورت نگیره، جامعه جهانی باید فکر به حال ناامنی شدید بیرون از مرزهای کشورهای افغانستان و پاکستان داشته باشه. نمونه های مدارس دینی و حوزوی ما حوزه‌های حکومتی مثل دانشگاه امام صادق، حوزه‌های حکومتی علی خامنه‌ای و تاثیر بسیار منفی که در رشد عدم رشد جامعه میتونه داشته باشه. خب نمونه‌های بارز اون ما داریم در 40 سال گذشته مملکت خودمون میبینیم که یه حکومت دست دیکتاتوری مثل علی خامنه‌ای با افکار افراط‌گرایی داره اداره میشه و با سبانیش پسرفت و قهقرای مردم و مملکت هست. و در رابطه با این موضوع اگر جامعه جهانی اصلاحی در این نظام‌های دیکتاتوری و آموزشی مذهبی افراطی نداشته باشه، متاسفانه آینده بسیار خطرناکی رو برای بقیه ممالک دنیا بله، از توضیحاتتون ممنونم. محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول.